سلام به همه و مخصوصا سلام به ایرانیای عزیز. موضوع این ویدیو دستگاه استیم کلینیر هستش یا بخارشور که در این روزهای یا میتونم بگم دوره کرونا خیلی به درد شما میخوره تو محل زندگی یا محل کار یا حتی شستشوی ماشین به وسیله بخار. پس با من همراه باشید برای معرفی و یک سری نکات مهم در مورد این ابزار تمیز کننده. برند این دستگاه MLM Land هستش، استیم کلینیر و میتونم بگم بخارشور. و ما اولینو باز میکنیم برای اولین بار. همینجوری که دارید میبینید یک ضربه گیر خود دستگاه و مقابل جانبیش کاتالوگ و ظرف و دستمال تمیز کننده برای سطح های پارچه. این لوازم جانبیش هستش، همینجوری که دارید می‌بینید. ما فعلا با اینا کار نداریم، فعلا با این سریع مختلف کار نداریم. این دستگاه 1050 وات هستش با ظرفیت 400 میلی لیتر و با اون زیاد بازم با اونم کار نداریم، که یه نکته مهمی اول من راجع به همین پر کردن این دستگاه یا پر کردن آب این دستگاه بهتون بگم. و همین جوری که دارید میبینید این دستگاه تمیز کننده و بخار. حالا نکته مهمترین چیز برای این دستگاه، همینجوری که دارید میبینید، این کلن اندازه این دستگاه است که نزدیک به 2 کیلو هستش و این زیاد مهم. یکی از چیزهای مهم، ما یک ایف داریم اینجا و یک ظرف پر کردن. اینا رو در ظاهر 350 و یا 400 یا بالا، در این اندازه ما باید تنها کاری که میکنیم فقط به اندازه‌ای که این ظرف برای ما مشخص کرده اینو پر بکنیم، به خاطر اینکه اگر که ما زیادتر پر بکنیم خطرناک هستش و امکان داره از درپوش این دستگاه بزنه بیرون و دست شما رو بسوزونه و این دستگاه دچار آسیب دیدگی بشه. پس الان اینجا برای ما زده 250 میلی لیتر، اندازه همین ظرفش. ما 250 میلی لیتر این ظرف رو پر می‌کنیم. بذاره دیگه. همینجوری که دارید می‌بینید این ظرف 250 میلی لیتر پر شد. و با استفاده از این قیف اینجوری ما همین اندازه که آب ریختیم توی ظرف مخصوص خودش، پیمونه خودش، اینو آروم بهش آب اضافه میکنم. ببینید، نه کمتر نه بیشتر. این دوتا لوازم جانبی، قیفش و ظرفش، خیلی مهم هستش. یعنی شما هیچ وقت نباید چشین و پر بکنید. هر دفعه که میخواین استفاده بکنید هر کدوم از مدلای این دستگاه یک ظرف مخصوص به خودشو دارن، یعنی
مخصوص پر کردن این دستگاه. این 250 میلی لیتر این پر میشه. خب همینجوری که دارید میبینید این پشت به محض اینکه این پر شد یک درپوشی داره، ما درپوش اینو سفت میکنیم و قبل از اون اینو قفلش میکنیم که این کار نکنه. سفت به اندازه‌ای که دیگه جای سفت کردن نداشته باشه، نه دیگه به اون صورت سفت، و این سفت میشه. ما اینو میزنیم به برف. همینجوری که دارید میبینید چراغ این قرمز و این دستگاه در حال گرم کردن این مقدار آبی هستش که ما توی این دستگاه ریختیم. به محض اینکه سبز بشه این دستگاه آماده کار. همینجوری هم که دارید میبینید توی کاتالوگش هم همین لوازم جانبی برای سطوح سنگی، برای سطوح فلزی، برای لباس یا برای هر چیز، و من بینش صداشم داره میاد و من بینش یک سری ویدیو از تمیز کردن برای شما میذارم و همینم همینجا به صورت آزمایشی یه سری چیزها رو، یا میتونم بگم یک سطح پارچه‌ای رو با سطحون تمیز میکنم. حتی زیراندازهایی که ما توی ماشین میذاریم، حتی توی ماشین صندلی های ماشین شما میتونید با این بخارشور به قولی تمیزش بکنید، و توی این روزهای کرونایی شما از هر سطحی که استفاده میکنید چند روز یه بار میتونید با همین بخارشور تمیز بکنید. فقط نکته هایی که باید در نظر بگیرید، این توی این مخزن به جز آب هیچ چیز دیگه ای نباید ریخته بشه. تمیز کننده، ریکا، نمیدونم تای، فقط به فقط آب، چون همین آبم من با تصفیه، البته خب من تو مالزی هستم، ما هممون از تصفیه کننده استفاده، فیلتر آب استفاده میکنیم، و این املاح و این ریکایی که شما توش میریزین رسوب میکنه و دیگه این گرفته میشه و دیگه نمیتونه بخار رو بده بیرون. فقط از آب استفاده میکنید و این آب به محض اینکه داغ بشه این چراغ قرمز برای شما سبز میشه. پس این یک نکته که فقط درون این آب بریزین و دماش نزدیک به بین 150 تا 200 درجه است. حتی شما نمیتونید دستتون رو بگیرید جلوی این و باعث سوختگی دست شما میشه. پس به محض اینکه اینو پرش کردید و این چراغ سبز شد، حالا ما وقت داریم تا این چراغ سبز بشه، من توضیحاتم دادم، ما از این استفاده میکنیم. حالا مثلا ما از این میخوایم استفاده بکنیم و یک سطح پارچه‌ای رو ما میخوایم تمیزش بکنیم. ما یک سطح پارچه‌ای رو میخوایم تمیزش بکنیم. همین رو ما اینجا بهش اضافه میکنیم. ببینید هم قبل از اینکه وصلش بکنیم همینجا بهش اضافه کنیم به همین حالت، و همینجوری که دارید میبینید این چراغش سبز شد. الان نگاه کنید، من الان قفل اینو باید باز بکنم. ببینید میبینید سرعتشو و حرارتشو. من همینم اینجا همجوری که داری میبینی به صورت پیچ
اول باید اینو وصلش بکنم. برای فرش ها، برای مبل ها، یا برای بالشت های روی مبل یا کوسن ها به قولی شما میتونید از این تمیز کننده استفاده بکنید. همین جوری هم که الان دارید میبینید، این الان آماده کار هستش. ما یک دونه از همین کوسن ها رو اینجا میذاریم و به همین حالت ببینید بازم دستتون اصلا به اون محوطه نمیگیرید. اگر خواستید میتونید یه دونه ماسک هم بزنید که این بخار از دهن شما رد نشه. یه دونه ماسک خیلی ساده. من الان بازم همینجا رو میگیرم. ببینید اکثرا ما بیرون هستیم ناخودآگاه با همون لباس هایی که همه جا توی مترو یا توی تاکسی یا ماشین خودمون میشینیم، این لباس های ما کثیف هست و آلوده هست. شما میتونید با همین بخارشور چند روز یه بار این کار رو انجام بدید. فقط به نظر من رو سطح چوبی نباید اصلا گرفته بشه، اینو نباید زیاد خمش بکنید چون آب از فوش میاد بیرون. و همینجوری که دارید میبینید شما میتونید هر سطحی رو، یا میتونم بگم لباسی رو، باهاش تمیز بکنید. و همینجوری که بازم گفتم، قالیچه، مبل یا فرش هیچ فرقی نمی کنه، صندلی های ماشین، فقط رو سطح چوبی، مثلا همین سطح الان چوبی هستش، اگر که شما بخواید اینو تمیزش بکنید، حتی اگر MDF باشه، کسانی بودن که این کارو کردن و متاسفانه پوسیده شده، چون میگم هم سرعتش هم حرارتش فوق العاده بالا هستش و به چوب نفوذ میکنه. و یکی از چیزهایی که فوق العاده مهم هستش به عنوان نکته دوم، موقعی که دارید کار میکنید اینو پر کردین، فکر نکنید که میتونید در اینو باز بکنید، چون این هرزگرد میشه، چون حرارت الان فوق العاده این تو بالا هستش، همونجوری که بهتون گفتم بالای 150 درجه، و این هرزگرد میشه و تا خنک نشه این باز نمیشه. اگرم تونستید قفل بکنید و اینو باز بکنید و اگر خواستید آب بریزین تو این، اتفاقی که واسه شما میفته تمام این آبای جوش به دست شما یا صورت شما خدایی نکرده پاشیده میشه و شما باید بذارین کارتون تموم شه. موقعی که این خنک شد دوباره یه 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه که خنک شه، دوباره 250 میلی گرم تو این مدل 250 میلی لیتر پرش میکنید و دوباره ازش استفاده میکنید. و اینجا هم این اختار رو به شما داده که هیچ وقت دستتون رو نزدیکش نگیرید یا درش رو باز نکنید، یا اینکه موقعی که داغ هستش همون لحظه دوباره آب نریزید برای این کار، چون همش میریزه بیرون به حالت ماشینی که داغ کرده رادیاتور که آب میریزین چطوری آبش میریزه بیرون، به همون حالت اینم میریزه بیرون و به شما آسیب میزنه. و به چیز دیگه ای نمیمونه، فقط بعد کاتالوگش رو کلن بخونید ببینید که مثلا برای سطح شیشه باید از کدوم مدل استفاده بکنید. الان که به قولی الان مثلا این برای شیشه هستش، لبه لاستیکی داره و به این وصل میشه و شما میتونید شیشه ها رو باهاش پاک کنید. و یا سطحی که مثل سطح گاز یا سینی های فلزی رو شما میتونید با این پاک بکنید.
حتی همینی هم که اون اول بهتون نشون دادم یه سری یدکی داره اینا، دو تا سه تا ازش گذاشتن و اینم میتونید باهاش دیوارا رو یا اون قسمت های بین دیوارا رو، اون جرم ها رو میتونید با این بگیرید و چیز خاصی نمونه. و باز هم میگم این خیلی مؤثر هستش تو این روزهایی که در کل ما با ویروس کرونا داریم دست و پنجه نرم میکنیم و کمک ما میتونه بکنه توی تمیز کردن لوازمی که ما ازشون داریم روزانه استفاده میکنیم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و امیدوارم که بتونید ازش استفاده بکنید. تا یک ویدیو دیگه و تا یک موضوع دیگه موفق باشید.